بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله و على آله آل الله با حمد و سپاس خدای متعال و درود و سلام به روح متحر پیامبر اکرم و خاندان متهرش و با سلام خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی احکام خانواده را با مسائل پی می گیریم که بعد از مراسم عروسی و ازدواج و تشکیل زندگی مشترک حقوق برای زن و شوهر پدید می آید که مراعات اونها جزء وظایف مهم و اساسی ما هست که ضمن آشنایی با این حقوق توفیق بخواهیم از خداوند متعال که به ادای اونها نیز موفق باشیم و انشاءالله اینها را در زندگی خود انجام بدیم در این جلسه به اهمیت حقوق همسر اشاره می کنم به صورت کلی سفارش هایی داریم که هم زن باید از حقوقی که بر همسر خودش داره آشنا باشد هم مرد از حقوق خودش بر همسر آشنایی پیدا کند و هر دو وقتی نسبت به حقوق دیگری آشنا باشند به عملی به آنها نیز اقدام خواهند کرد در این جلسه به صورت کلی میخواهیم اهمیت حقوق زن رو بر مرد و اهمیت حقوق مرد بر زن رو با استفاده از روایاتی که در متون دینی ما آمده است اشاره کنم اول به اهمیت حقوق زن اشاره میکنم که هر انسانی بداند یا هر شوهری بداند اهمیت حقوق زنش در چه حد است و مراعات نکردن اونها چه پیامدهایی را می تواند برای انسان به همراه داشته باشد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم نقل شده است که حضرت می فرماید اخبرنی اخی جبرئیل ولم یزل یوسینی بن نسا. برادرم جبرئیل به من خبر داد و مدام به من سفارش می کرد نسبت به زنها حتی زنن تو ان لا یحل لزوجها ایقول لها اوف چنان سفارش زنها را به من انجام داد به گونه که خیال کردم اونقدر حق زن بر مرد زیاد هست که حتی برای مرد جائز نیست که به زنش اوف بگوید خب همون تعبیری که ما در مورد حقوق پدر و مادر نسبت به اولاد داریم که کمترینش این است که اولاد نباید در مقابل پدر و مادر خودش اف بگوید در مورد حق زن بر مرد نیز یک همچنین تعبیر از پیانبر اکرم آمده است که این سفارش ها به حد زیاد هست که انسان خیال می کند مرد نمی تواند در مقابل زنش هم حتی از کلمه اوف استفاده کند که کمترین ناراحتی را بیان می کند. در روایت دیگر باز آمده است که آخر ما او به رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاث آخرین سفارش های پیامبر اکرم سه چیز بود تا زمانی که حضرت سخن می گفت تا زمانی که زبان حضرت می چرخید و می توانست حرف بزند این سه سخن رو بیان داشت یک از صلات از صلات یکی به سفارش یکی به نماز سفارش می کرد و مرتب می فرمود نماز نماز دوم و ما ملکت ایمانو کم حضرت سفارش دومش این بود که مواظب کسانی که در زیر دست شما قرار دارد باشین لا تو ما مبادا از زنان چیزی را به طلبیت که اونها توان انجام دادن اون را نداشته باشد الله الله فی النساء مواظب خدا باشید در مورد زنان فا انهن اوانون اندکم و فی ایدیکم مواظب زنها باشید که اینها امانت الهی در دست شماست و در اختیار شما قرار داده شده است اخستموهن به عهد الله شما این زنان را با همون پیمان و عهد الهی دریافت کرده اید و استحللتم فروجهن به کلمت الله و با اون کلمه خدا با اون عقدی که از جانب خدا تعیین شده است اینا را بر خود حلال ساخته اید لذا مواظب اینها هم باشید در یه روایت دیگر باز اهمیت مراعات حال زنان و حقوق اونها را به یک عبارت دیگر بیان می کند که می فرماید این العبد لیوقف عند المیزان و له من الحسنات در روز قیامت وقت انسان در میزان عدل الهی قرار می گیرد می بیند حسنات و نیکی های فراوانی دارد و در نامه عملش کارهای نیکی فراوانی ثبت شده است به اندازه چندین کوه فیوس الو ان رعایت ایاله و قیام بهن حالا کم کم سوالات شروع می شود یک از سوالات این است که چگونه در مورد ایال و خانواده خودش مراعات حال اونها را داشتن و چگونه قیام به کارهای اونها داشتن و ماله، من سبب کسبه سوال دوم از مال انسان است که از کجا به دست آورده و فی من فقه و در کجا مصرف کرده است حتی توفنیت تلک المطالبات تمام اعماله وقتی انسان در مقابل ایال و خانواده و همسر خودش کم آورده باشد کوتاهی کرده باشد از این اعمال حسنه انسان به همسر انسان داده می شود تا زمانی که کم کم حسنه و کارهای نیک انسان به پایان میرسد اما کوتاهی انسان نسبت به همسر ممکن همچنان ادامه داشته باشد و یا اون سوالات دیگری که انسان نمیتواند به اونها پاسخ بدهد در مقابلش عمل خیر انسان هم کفایت نمی کند اینجاست که فیوناد الملائکه ملائکه فریاد میزند هذا الذی اکل عیاله حسناته این اون کسی است که نیکی هایش را ایالش از بین برد و ارتهنه به اعماله و این شخص به خاطر اعمال خودش به گرو گذاشته شد خب این دهنده این است که اگر انسان در دنیا کوتاهی نسبت به ایالش انجام میدهد در وقتی که باید حساب پس بدهد این گونه از کارهای نیک انسان برداشته می شود و به حساب ایال انسان واریز می شود تا اینکه دیگه حسنات انسان به کلی از بین برود خب این دو تا روایت به عنوان نمونه برای این که شوهرها نسبت به حقوق زنانشون یک همچنین احتمامی داشته باشند که کوچکترین کمگذاری و کوچکترین تذیه حقوق صورت نگیرد اما از اون طرف بیاییم حقوقی که مرد بر زن خودش داره زنها هم مواظب باشن که در مقابل شوهرانشون چه وظایفی دارن و شوهرانشون چه حق برگردنشون داره اینجاست که امام باقر علیه السلام میفرماید زن خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد من اعظم الناس حقا علی الرجل بر مرد چه کسی بزرگترین حق را دارد پیامبر اکرم فرمود والدو پدرش بعد دوباره سوال کرد فمن اعظم الناس حقا علی المرأه بر زن چه کسی بزرگترین حق را دارد حضرت فرمود زوجها شوهرش دوباره این زن سوال کرد فمالی علیه من الحق مثل ماله علی زن همون حق را به گردن مرد دارد که مرد همون حق را به گردن زن دارد پیامبر اکرم میفرماید لا این طور نیست مساوی نیست ولا من کل معتن واحده اینجا حق زن و شوهر نسبت به هم تساوی نیست بلکه حق مرد بیش از حق زن هست حضرت امام صادق علیه السلام باز در روایت دیگر میفرماید که مردم خدمت پیامبر اکرم آمدن و قال یا رسول الله اینا رعینا اناسا یس شد و بعض و هم لبز آمدن عرض کردن یا رسول الله ما با مردم مواجه شدیم که بعضشان برای بعض دیگر سجده می پیامبر اکرم فرمود لو امر تو احدا ایس شده لاحد اگر قرار باشد که من دستور بدم کسی برای کسی سجده کند لعمرت المرعت انتس شده زوجها به زن سفارش میکنم که برای شوهرش سجده کند تا این حد حق شوهر را بر زن بالا میشمارد در روایت سوم آمده است که امه حسین آمد پیش پیامبر اکرم فقال از آت زوجین انت پیامبر اکرم سوال کرد که آیا همسر داری؟ گفت بله قال انظر عین انت من پیامبر اکرم سفارش میکند به این زن میگه ببین نگاه کن که تو نسبت به او در چه جایگاه و وضعیت قرار داری ف انما جنت جنتو که و ناروک این شوهر توست که بهشت و جهنم تو را تعیین میکند یعنی اگر نسبت به شوهر خودت درست رفتار کردی حقوق او را به درستی انجام دادی و ادا کردی خب بهش را برای خودت تهیه میکنی اگر کوتاهی کردی قطعا جهنم را برای خودت فراهم میسازی و بر همین اساس امیر علی علیه, علیه السلام در روایت میفرماید این من جهات المرأه حسن تبع اول جهاد زن بهتر همسرداری است بهتر شوهرداری است کسی که این کار را انجام بدهد از همان پاداش مجاهدین بهرمند می شود در همین زمینه حکایت داستانی و روایتی از اسما بنت یزید انصاری نقل شده است که من متن عربیش رو نمیخوانم و تنها به ترجمه اون اکتفا می کنم که اسما خدمت پیامبر اکرم آمد در حالی که پیامبر اکرم در میان اصحاب خودش نشسته بودند عرض کرد پدر و مادرم فدایت یا رسول الله من به نمایندگی از تعدادی از زنان به خدمت شما رسیدم درخواستی از طرف کل زنان مطرح می کنم و بدانید هر زنی که در شرق و غرب عالم باشد و سخنان من در این ملاقات به او برسد او نیز با من هم عقیده است این مشکلی که من میخوام طرح کنم مشکل همه زنان شرق و غرب عالم هست بعد فرمود به تحقیق خداوند شما را برای هدایت مردان و زنان فرستاده ما به شما و که شما را به پیامبر فرستاده ایمان آوردیم و بعد شروع می کند از خود وضعیت زنان که ما زنان محدود هستیم ما با محدودیت های مواجه هستیم دستمون از خیلی از کارها و خدمات کوتاه هست در خانه شما این و خوشی شما را فراهم می کنیم. فرزندان شما را تربیت می کنیم. اما شما مردان بر ما برتری دارید به خاطر اینکه که شما در نماز جمعه شرکت می کنید. در جماعت می روید. به عادت مریض می روید. در تشریه جنازه شرکت می کنید. مرتب به حج می روید. از همه اونها بالاتر اینکه شما به جهاد می روید و جزء مجاهدین قرار می گیرید. حالان که وقت شما حج و یا عمره و یا بر پاسداری از مرزهای اسلامی می روید ما از اموال شما محافظت می کنیم لباس برایتون آماده می کنیم در رشد اموال اولادتون تلاش می کنیم با اینکه شما اجر و پاداش حج و عمره و مرزبانی و جهاد را میبرید و ما با شما شریک نیستیم خب این گله ای هست که یک زن از طرف زنان از پیامبر اکرم مینماید نماید پیامبر اکرم وقتی تمام دردهای این زن رو میشنود و گوش میدهد رو میکند به اصحابش و میفرماید آیا تا به حال سخنی از زن شنیده اید که در امر دینش بهتر از این زن سوال کرده باشد یک همچنین دغدغه رو داشته باشد که چرا زن ها از پاداشی کارهای بزرگی مثل حج و جهاد و نماز جمعه و جمعه و جماعت و تشیع جنازه و خیلی از کارهای دیگر که مردان انجام میدن محرومند و در حالی که زنها خیلی از کارهای بزرگ دیگر را انجام میدن به این پاداش ها نمی خب این دقدقه مهم است که پیامبر اکرم میفرماید آیا زن یک چنین دقدقه ای را داشته است از کردن ما تا به حال مشاهده نکردیم که زن این گونه زیبا سوال کرده باشه و دقدقه های خودش را بیان کرده باشه اینجاست پیامبر اکرم به اون زن توجه میکند و میفرماید ای زن برگرد و به تمام کسانی که تو را نماینده خود میدانند اعلان کن حالا این جواب چقدر مهم است که توجه داشته باشیم که فرمود به تمام, هم به تمام زنهای دیگر هم این حرف را بگو به تحقیق خوب شوهرداری کردن و جلب رضایت شوهر نمودن و خود را با او همراه ساختن با تمام این کارها در پاداش مساوی هست یعنی اگر کسی حقیقتا بتواند رضایت شوهرش را جلب کند خودش را با او همراه بسازد البته نه در کارهای حرام بلکه در کارهای حلال خود همین شوهرداری خوب پاداشش مساوی است با همین پاداش هایی که بیان کردید و پس اون زن در حالی که لا اله الا الله می گفت و تکبیر می گفت و با خوشحالی برگشت خب ببینید چقدر خداوند متعال بر زنها این احسان را در حقیقت انجام داده است که از بسیار کارهای سخت و دشوار اونها را معاف ساخته و در عین حال با یک کاری مثل خوب شوهر داری مثل خوب همسر داری در پاداش کارهای بزرگ نیز اونها را سهیم ساخته است در روایت هم آمده است که اولین چیزی که از زنها سوال می شود از نمازشون و سپس از خوب شوهرداریشون هست و در روایت امام صادق میفرماید وقت زن پنج بار نماز روزانه رو انجام میدهد و ماه مبارک رمضان رو هم روزه میگیرد و از شوهرش اطاعت میکند و حق علی علیه السلام و سلام و فرزندان او را هم میشناسد به او گفته میشود که از هر در بهشت که میخواهی وارد بهشت شو اینها اهمیت حقوق و وظایفی که انسان بر دوش داره نشان میدهد که هم مردها نسبت به زنها باید این اهتمام رو داشته باشند که کوتاهی نکنن هم زنان نسبت به شوهرانشون باید دقت داشته باشند که حقوقشون رو به درستی انجام بدهد انشاءالله تفصیل این که زن چه حق بر مرد داره مرد چه حق بر زن داره اینا رو در جلسات آینده خدمت شما ادامه خواهیم داد و بیان خواهیم نمود و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اللهم تفضل على الغزاه بالنسر والغلبه وعلى الاسراء بالخلاص والراحه وعلى الامراء بالعدل والشفقه وعلى الرعيه بالانصاف وحسن السيره برحمتك يا ارحم الراحمين